Whoever slays the most men drinks for free. Oh, you're buying that. در آخرین فیلم دومینیک سنا به نام فصل جادوگر، ستارگانی چون نیکولاس کیج، رون پرلمن و کلر فوی نقش آفرینی کردند. نیکولاس کیج در این فیلم نقش یک شوالیه جسور را بازی می کند، نقشی که برای اولین بار در دوران بازیگریش ایفا کرده. او با ابراز رضایت از آن می گوید: من از 5 سالگی همیشه در ذهنم شوالیه را بازی می کردم. فقط نمی دانم چرا اینقدر طول کشید تا به واقعیت تبدیل شود. فیلم ماجرای دو شوالیه، دو دوست و دو همرزم است که پس از 1 دهه جنگ به خانه برمی گردند. اما تا اون به جان آبادیشان افتاده. کشیشان در روزگاری که مذهب از هر جهت بر زندگی مردم تسلط دارد، دختری جوان را عامل شیوع طاعون در شهر تشخیص می‌دهند. پرلمن می‌گوید رابطه زیبایی بین این دو شوالیه در فیلم حاکم است و واقعاً برای من فرصتی بود تا در کنار نیکولاس کیج شانه به شانه او نقش قهرمانی را در قرن 14 بازی کنم. شوالیه‌های خسته مأموریت می‌یابند تا دختر را به قلعه متروکه ببرند. در آنجا راهبان قرار است طی آیینی خاص شهر نفرین شده را از شر دختر پلید خلاص کنند. اما میانه راه آبستن حوادث و ماجراهای جالبی است. کلر میگوید یادم میاد که در جریان فیلم برداری در کالسکه کلی زخمی شدم و چند جایی بدنم آسیب دید، مخصوصا وقتی که دستاتون یخ زده و باید در اون وضعیت سوارکاری هم بکنید، اما در انتها همه چیز عالی بود. واقعا یک تجربه منحصر به فرد بود. اگر فیلم های تاریخی و هیجانی را دوست دارید، حتما نسخه از این فیلم را تهیه فرمایید.